با درود به بینندگان عزیز تلویزیون شادی، خوشحالم که هفته دیگر اومدم در خدمت شما و میخوام با شما صحبت بکنم. برنامه رو با دعای آغاز میکنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم ای پدر آسمانی، ای خداوند زنده شکرت میکنم ای خداوند. این برنامه رو خداوند برای جلال نام تو خداوند آغاز کردم و ایمان دارم که خداوند هر چیزی از زبانم بیرون میاد نام تو رو جلال میده ای خداوند. شکرت میکنم که خداوند تو هدایت کننده و حمایت کننده مایه ای خداوند. شکر گزارتم و از تو میطلبم ای خداوند روی قدوست کنترل بکنه ما رو، به نام عیسی مسیح آمین. خب ایرانیان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید براتون خوش بگذره. هر جای ایران زمین هستین، امیدوارم که هر روزتان با شادی آغاز بشه و واقعا برکت خداوند در تک تک خانه های شما باشد. هر روز که ما اخباری از ایران میشنویم، نه که خوب نیست زیاد، بلکه همش اخبارهای بد و فلان میاد. ولی خب لایجانین عزیز شما چطورین؟ گیلونین عزیز شما همه خوبین؟ امیدوارم که همیشه حالتون خوب ببون. در تابستون پر از ای گرمای تابستون دونم خیلی گرمه، شرجی هم ایسته که عرق از بدن و سر آدم بارنه. ایرم الان گرمه، با این وز لس آنجلس گرم، آتش برسه داره، 40 و خورده درجه، 43-44 درجه گرما دنه. تگزاس هم توفون هم داره. هیچ چیزی به دست ما نه. ای طبیعت چنون هر کاری که خود دل خودش خانه کنه که ما هیچ اصلا فکر ما قد ندینه که طبیعت چی کارهای انجام دینه. ما تینیم پیشبینی، یه خورده پیشبینی بکنیم که آقا امروز مثلا هوا طوفانیه، ولی انتظار ننیم که طوفان یه هوا حتی چنان خرابی به بار بره که 200 مایل بادش سرعت بداره و کلی خونه نه از بین ببرده، 28 نفر بمردن و کلی خسارت به بار برده و هیچ کس انتظار نداشت. هیچ کس انتظار نداره. مو ایمون دنم که وقتی آدمایی که به سوی خدا دست نیاز دراز کنن، خداوند 100% پشتیبانشون. نه اوشونی که دست نیاز دراز نکنن خدا پشتشون، نه اوشون هم پشتش خدا. ولی چی بهتره که آدم با خدایی که تمام نیروهای آسمانی زمین، تمام کهکشان در دست او، وقتی در دست اونه آدم احساس امنیت کنه. خدایی که من نویه بوده، تو فرزند منی، ما امروز به فرزندی قبول بوده و ایمان دنم هیچ پدری فرزند خودش تندینه دور، بلکه وقتی به خدا ایمان ابینی، به خدا که گونه پدر منه و او گونه فرزند ما، 100% خدا گونه فرزندم، تو رو دوست دنم، عاشقانه تو رو دوست دنم. بس رای همیشه پدر یا مادر خیر فرزندانشون خانن، هیچ وقت نبنه هیچ پدر مادری فرزند خودشو دور توده. اینقدر در ایران الان خشم و عصبانیت در درون آدمی زیاده با که مردم اینقدر بی احساس بون نسبت به همدیگر. شاید یک ایده کمی نسبت به همدیگه کمک کنن، خدا رو شکر برای وجود او ایده که همدیگه رو کمک کنن، ولی روز به روز سختی های روزگار کاری با ما کرده که ما از درون سنگدل آبادریم، از درون سختتر آبادریم، برای اینکه لعنت ها بیش از حد وارد زندگی ما بابا. چقدر خوبه که ما با محبت و مهربانی، ببین وقتی من محبت بکنم به کسی، اولین کسی که آرامش گینم خودمم. به قول یه نفر یه پستی سر داده بودی که مو دیروز با یه نفر عصبانی بودم، صحبت بودم، ولی خودمو کنترل بودم، اون عصبانیت با فوش ندم به او، با عصبانیتم جواب ندم، هیچ کاری هم ندم، بگذاشتم ازش. نفر دیگر بودی که او چقدر خوبه، تو واقعا اون موقع نشون بده که واقعا یه آدم با شخصیتی سی، خیلی استقامت دنی در مقابل فوش یا در مقابل عصبانیت، خیلی کار خوبی بودی.
ولی همین آقایی که این حرف بازیه، یک نفر برخورده به ای، همون مرد برخورده به ای با عصبانیت، با چه مثلا بهش چرت پرت بوده، ای برگشته بهت بوده ای مو فلانی نیم، اونا هرچی بگی تا حرف نزنه، یا مو یک دنه زینم تی دهنی میدم. نگاه بگون یه آدمی که به من مگونه که آفرین به تو شاپور، که یه نفر تا فوش بده تو هیچ جواب ندهی، با خونسردی بگذرانیونه، همین آدم که من یه حرف بزیه، خودش در مقابل او آدم گونه مو شاپور نیم که تو هرچی حرف بزنی هیچی تا نگو، مو هم تا جواب دینم هم زینم تا. بس حرف زدن خیلی آسانه، ما تینیم حرف بزنیم در مقابل یه دیگر، بگیم آقا تو خیلی خوبه، بله این کار بودی خیلی خوب، ولی آیا در مقابل خودم هم که همچین اتفاقی برام میفته، آیا منم میتونم استقامت بکنم، منم میتونم با آرامش برم و اون دوستو با آرامش ساکتش بکنم؟ نه، فقط ما میتونیم حرف بزنیم. ای آرامش هم از کور تینیم اگیریم، ای آرامش موقعی متینم اگیرم که دلمو با خدا بکن، موقعی بون که عیسی مسیح به قلبم وارد بکنم، موقعی بون که با عیسی مسیح راه شدرم، چون تعالیم عیسی مسیح خونی همیشه درس محبت، درس اخلاق، درس مهربونی، ندونم درسی داده به تو که برخوردت با مردم، با اجتماع خیلی راحت بمون، که اگه یه نفر فوش تابده، یه نفر اگه اخلاق تون برای تو اجرا بوده، تو هیچ وقت بر نگردنی به او با توندی جواب بدی، بلکه با آرامش جواب دینی، چون دونی که خدای آرامش دهنده آرامش دینه تا. در ایران همش اخبارهایی که هنه، مثلا اینی که یه نفر همین فوتبال، مثال که همین فوتبال شجاعی و با او حاجی صفی، حاجی صفی بود آقا مو ببخشید معذرت خانم، مو ندونستم فلان، از رهبرم معذرت بخسه، اینه ببردم فوتبال می بین. همیشه ای چیزون هم نه، اگه منی که هیچ کاری انجام ندم زور مگونم معذرت بخوای و مو معذرت نخم، البته چقدر خوب آدم افتاده بوم، ولی کسی که آدم زور گوته داره، من هم حرفی ندنم بزنم در مقابل زور، گونم آقا من همچی کاری انجام ندم، و کسی که بمون زور گوته داره ما علیکی نشنم مثلا اونو معذرت بخم، برای اینکه مو کاری انجام ندم، وقتی چیزی که انجام ندم چی بگم در مقابلش؟ اینو انتخاب کنم برای تیم ملی و یک دونه انتخاب نکنن. همیشه در ایران ای چیزون هن نه، یه نفر برتره، یه نفر ضعیفتره، یه نفر زورگوتره، یه نفر پولدارتره، برای او چربانه، همیشه همینجوری. این سنون همیشه خنن در مقابل یک دیگر غد علم بکنن، همیشه خنن در مقابل همدیگر بگن که من بهترم تو بدتری، همیشه منم در وجود این سن سن ریشه بوده که همیشه بگم من بهترم، یا یک کسی که خانیم صحبت بکنیم یک نفر خرابا کنیم که خودمون بلندا کنیم، در صورتی که اگه اون خرابا کردیم، اگه نزدیک خودم بوم توفی سربالا برای خودم، اگه مو یک تی ایرونی ایره بلندا نکنم، ازش تعریف نکنم، اگه بهش بد تعریف بکنم توفی سربالا برای خودم، چون در کشور غریبی هستم، ایرونی که ایره بو از نظر دانشی جورشنه، از نظر ثروت جورشنه، از نظر بیزنس جورشنه، از نظر اخلاقی خوبابنه، مو بایستی تعریفش بکنم در مقابل آدمایی که مال همین جان. افتخار منه که یک ایرانی ایره به ثروت برسه، به مقامای بالا برسه، ضرری برای مو ندنه، بلکه استفاده‌ای برای مو، برای اینکه شخصیت ایرانی در بیگونه بلندتر آکنه، بالا بینه. دوستانم که ایرانین همیشه همینجوری بون، ولی چقدر خوبه که ما ایمون بداریم به خداوند،
ایمون بداریم کارهایی که انجام دینیم خدا را در نظر بداریم و ایمون بداریم اعتماد بداریم به خداوند که کاری که خدا برای آدم انجام دینه اگر در خواست اراده خداوند ببون بهترین چیز برای ما، ولی اگر در خواست اراده خودم ببون با اصرار خودم ببون این کار به هیچ جا نرسنه. اینی که پدر مادری فرزندش انگونه که فلان چیز میبه بخر اوشنه اینه به خرید کنه او جنس، ولی پدر مادر دونه که این جنس برای بچه خنه بینه ای برای بچه ضرره سمیسه برای بچه خودش. گونه فرزندم این برای تو خوب نیه، ولی اینقدر فرزند اصرار کنه اصرار کنه اصرار کنه پدر مادر روی اصرار، مثلا ماشینی که مثلا معمولشنه و ماشینی که مثلا با سرعت بیشه اون خنه اون نهینن، ولی همین ماشین باعث مرگش بنه، همین ماشین باعث گرفتاریش بنه، برای اینکه ندونه هم حل تازه ده، ندونه که با این ماشینی که با این سرعت بالاست چطور رانندگی بکنه. به خاطر اینه که خدام چیزی که ما خانیم اگه برای ما ضرر بود ما که ندونیم، از آینده ما که خبر ندانیم، ولی چون برای ما ضرره خدا نخن و کار انجام بده. ولی روزی که برای ما ضرر نبون این ایمون بدر اعتماد بدر به خداوند که خداوند برای تو بازا کنه بهترینش برات بازا کنه. ما اول باید قبول بکنیم که خداوند واقعی قبول داریم. اولین کاری که باید قبول بکنیم ما باید خدای واقعی خدای حقیقی بشناسیم و اون قبول بکنیم. دومین کاری که به خدا اعتماد بکنیم. سوم ایمان بداریم به خداوند. چهارم به خداوند روی قدوس خداوند دعوت بکنیم، به درون ما که قدرت بداریم از خداوند که بتونیم با خود روی خداوند حرکت بکنیم. پنجم قدرت خدا و ششمی نترسیم. وقتی خدا با ما نترسیم، وقتی به خدا اعتماد دانی هیچ ترسی ندانی. اینی که یک بچه 2 ساله 4 ساله 5 ساله دست پدرش بیت شودره بیرون مثلا خوشه بگرده، خب اگه اعتماد بداره به پدرش اطمینان بداره دستش دنه هیچم نترسنه. من یه آبی بخورم یک سرودی بشنویم برگردیم. مرسی. سرایی شاه شامد سرایید قرص محمد میان آخرینم ناک خدایی شکل محمد سرایید وعده بر جا شد جهانی تازه بر پا شد سرایید شوکت شیطان به خونه بر رسوا شد سرایید سبزه ها سرزا دلا سوی خدا پرزد پدر با دست پر مهرش پشت قلب مادر زد سرایی سبزه ها سرزا دلا سوی خدا پرزد پدر با دست پر مهرش پشت قلب مادر زد درمان است خدا در فکر انسان است ز دست ظلمت هستی رهایی
سهل و آسان است، سرانید انتخاب آمد کلی از بحر باب آمد، مسیح چون شمع جان افروز به صد چنگ و رباب آمد، سرایی سبزه ها سر زد دلا سوی خدا پر زد، پدر با دست پر مهرش به پشت قلب ما در زد، سرایی سبزه ها سر زد دلا سوی خدا پر زد، پدر با دست پر مهرش به پشت قلب ما در زد. با درود دوباره به مردم عزیز ایران، به خصوص گیلانیان و لاهیجانیان عزیز، به خصوص تمام ایرانیان عزیز. ایرانی عزیز، امروز ما معمولاً وقتی مهاجرت هم بودیم ایران، از ایران وقتی بیرون بمایم مهاجرت بودیم، بمایم امریکا یا اروپا هر جای دیگه بمایم، همون سرگیجی، همون سردرگومی با خودمون بردیم. خیلی آدم ها نیره مثلا واقعا سردرگوم هن، ندونن که مثلا خب درسته از یک کشوری به کشور دیگه با من زبانش فرق کنه، آداب و رسومش فرق کنه، همه چیش فرق کنه، ولی کلن ما خودمونم گیجیم، چون در ایران که دست به دست هم ندینیم، در غریبه جای غریبم دست به دست هم ندینیم. همیشه دوست داریم که ایرانیان پراکندگی کار بکنیم، دوست نداریم که با هم متحد ببیم یا با هم کار انجام بدیم، یا اگه واقعا یه نفر جور شدره چشمش شاید نداریم که بینیم که مرد جور شدره. آقا جان، وقتی ما از ایران با من در یک کشور غریبیستم، سعی کنم که هموطن خودم پیدا کنم، و هموطن خودم پیدا بودم سعی کنم که دوت فکر بهتر از یک فکر کار کنه، پنجت فکر بهتر از دوت فکر کار کنه. وقتی با هم مشورت کنیم، تینیم زندگی بهتری در کشور دیگه، اینی که قوم اسرائیل و خدا از مصر بردگی ایشون نجات بده، بیته ایشون بردی بیرون، موسی چی بدبختی بکشه ایشون از مصر بردی بیرون، با چی غرغر زدنی فلانی، آقا امو ایسا هم یک لقمه نونی همه را هدم خوردیم. خب بالاخره در وقتی مهاجرت کنی، یک سختی هایم در درونش هن، نه ایکی نیه که تو ایران میم مثلا بنده یه کمپانی بزرگ دارم در راحتی زندگی کردم، وقتی مهاجرت کنم باید این سختی هم هن نمیم، هن سختی میم هن دی، برای اینکه مهاجرت کردم، برای اینکه یک فرهنگ دیگری آمدرم جدید، زبان دیگری آمدرم، آداب و رسومشون ندونم. این قوم اسرائیل هم اینجوری بود، با ما بیرون آقا مار فیرون دست دیز هم یه لغمه نون خوردیم فلون، هی غرور بزین، دریا ایشون یه باز آگود خداوند ایشون از دریا عبور بده، دشمنون ایشون بکشته، با من دری سرا هی غرور بزین، هی غرور بزین، هی بوتن ما اور گوشت خوردیم، منظورم اور فلون چیز خوردیم، الان آب ندانیم. همیشه اعتماد به خدا نکنن. وقتی به خدا اعتماد کنی، ایمان بدر که خدا پشتت، ایمون بدر که خدا پشتته. چقدر غرغر بزین، یک مثلا 20 روز را، 11 روز را، یا منو دارم یک ماه را علیه بگیریم، خیلی از مصر تا اسرائیل بند 40 سال برایشون طول بکشه. دونی چهره، برای اینکه همش نااعتمادی به خداوند، اعتماد به خداوند نداشتن، غور بی خود زین. موسی بوشه و کوی سر با خدا صحبت بکنه، با ایشون بگو دو روز یا یک روز طول بکشه، دو روز سه روز طول بکشه، بوده آه موسی بوشو ده تمان آه با مرده یا منو پیداش نه، بای میره یک تو گوساله درست آگونیم، گوساله پرستش بکنیم تا بینیم چی بنای خوشون اطلاع دن گوساله بره. همیشه ما سعی کنیم که خشم خداوند نیست. اینی میدونی چیزه، یک پدری که یه فرزندی دنه، فرزندش شره در خونه،
همیشه پدر داغون اکدره، همیشه کارهای انجام دینه که پدر ناراحت بنه، قلبش دردنه. مثلا شنه بیرون دعوا گینه، شنه با پلیس درگیر بنه، با مردم درگیر بنه، مثلا شنه دزدی کنه، مثلا شنه غصب کنه. این همینمونه. ما هم همیشه خانیم کاری بکنیم که بر اصلا خواست اراده خداوند نبون، بر عکس چیزایی که خدا از ما خانه ببون. همیشه چون شیطان نگزنه، شیطان گونه میسه ببریسه، میسه شیریسه که هیسه آریسه که با تا بگیره، تا تیک پاره بکنه. وقتی ما به شیطان اجازه دینیم که وارد زندگی ما ببون، همین جوری بنه زندگی ما. گیجیم در زندگی، واقعا ندانیم در زندگی چیکار باید بکنیم، واقعا ندانیم در زندگی چیکار بکنیم. عیسی مسیح گونه که مو به من بخاطری که هم تعلیمات منه بشنو بخوان و بعد به هم تا از او گناه، از اون لعنت، از او بی‌اعتمادی، از او لجنزاری که زندگی کردیم تا بیرون برم، تا لباس نو بتم بکنم، درون تو رو عوض کنم، فکر تو عوض کنم، تا بتونی واقعا با آرامش زندگی بکنی. وقتی شنی با یه نفر صحبت کردی، وقتی اینی مرد عصبی با تو با عصبانیت صحبت کرده، تو با آرامش اونم از صحبت کنی. وقتی تو آرامش دنی، اون مرد اوتوماتیکلی خوشه به برگردنه، گونه بابا مو این همه چی اینو فوش دادرم، ای همه این چرتی پرت گوته دارم، ولی ای حرف خوب زیادره میبه. اینی یه نفر آدم مرده فوش داد و ای اونه دعا کرده و بوده مگه تا نگونم، این همه تا فوش دادرم تا چرتی پرت گوته دارم، تو میبه دعا کردی، بوده که خدایی مو به مو یاد بده که وقتی کسی به ما ظلم کرده مو برایش دعا بکنم و ایمان دارم که دعایی که کردم خدا شنونده ای دعای منه و ایمان دارم که خدا بر تو عمل کنه و تا آرامش دینه و تا آرام کنه، تا تو بفهمی که با مو اینجوری صحبت کردی اشتباه صحبت کردی. اینه که آدمون برگشت کنن، وقتی اعمال و رفتار ما رو اینن برگشت کنن. ما وقتی به عیسی مسیح ایمان آوریم، اولین چیزی که در زندگی ما عوض آبنه تمام اخلاقیات ما، تمام صحبتهای ما فرق کنه. چرا؟ برای اینکه ما به خدای ایمان داریم که خداوند آرامشه، خدایی که در مو تحول انجام دینه، خدایی که یعنی در درون مو برای مو کارهای نیک انجام دینه. وقتی تقاضای دعای ما رو میشنوه در جا جواب شا نده، اگه به نفهم باشه جواب میده. ما ببینیم سرطان ها رو به نام عیسی مسیح دعا میکنیم از بین میره، خود دکترا میبینن. شما به نام امروز اگه هر مشکلی دارین در زندگی، تنها کلیدی که میخواد اون مشکلاتتون حل بکنه نام عیسی مسیحه. به نام عیسی مسیح مشکل نیب بزن، ببین حل میشه یا نه. امروز بیا محبت خداوند رو بگیر و واقعا عیسی مسیح رو به قلبت بیار. ببین ما حرف میزنیم یا حقیقتا این خدا خدای زنده است، این خدا خدای عمله، خدایی که واقعا این صدا زنی صدا تو بدون جواب ننینه، میشنوه. ما به خدای مرده اعتقادی نداریم، به کسایی که مردن هیچ اعتقادی نداریم. کسی که مرد دیگه مرد، براش دیگه چارچوب درست نمی کنیم بریم اون چارچوب رو بگیریم دعا بکنیم از اون مرده چیزی بخوایم. نه، ما با خدای زنده طرفیم، با خدایی که میشنوه، صحبت میکنه، شعور داره، میشنه، ما رو میبینه. نه خداهانی که برای ما ساختن، خداهان دروغی. امروز اولین چیزی که ما خانیم ایرونین اینه که ما بایستی کتاب دینی که دانیم بخونیم تا بفهمیم و ترس از خودتون دور آکنین.
آیا موی کتاب بخونم وای ترسنم الان مثلا 12 تن 6 تن 7 تن 15 تن چیزی هنه الان برمو غلبه کنه. نه بابا جان، هیچ چیزی به تو غلبه نکنه. تو وقتی کتابی که خونده داری هیچ کاری به تو ندنه، معلوماتی است که به تو عدینه. تازه فهمنی که تی دین چیزی، تازه فهمنی که تی دینی من چی داره. دینی که ما گونه که انسانهایی که همشکل منن، انسانهایی که با مو یکیسن، دینی که ما گونه اونو بکش، این دین نه. چون خدا تعلیم دینه که به انسانو محبت بکن. حتی که اگه بهتون فوش بدن، ناسزا بودن، برایشون دعای خیر بکن. امروز من به عیسی مسیح خداوند ایمان بریم. به ایمان بریم که خدای ما خدای زنده. امروز بگوی عیسی مسیح خداوند، امروز تو رو به قلبم دعوت کنم. به ایمان دنم که تو زنده ای، به تو به خاطر گناهان مو روی صلیب بشوی. امروز تا به قلبم دعوت کنم تا بای در زندگی مو ای عیسی مسیح تحول ایجاد بکنی در زندگی مو. از این ناآرامی ما بیرون بری، از این سختی ما بیرون بری. امروز طلبانم که واقعا دست منو بگیری و ول نکنی. اگه دست ما رو خداوند ول بکنه، در این دنیایی که پر از آشوبه، پر از شریر و شرارته، معلوم نیست کرا شنیمه. بس ما ایمان داریم که خدای ما رو صدا زنیم، خداوند میشنوه. یه دونه مزامیر 23 رو براتون بخونم، بیان خدای ما اینه. میگه خداوند شبان ماست، خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعای سبز مرا میخواباند، به سوی آبهای آرام هدایتم میکند و جان مرا تازه میسازد. او به خاطر نام پرشکوی خود مرا برای راست رهبری میکند. حتی اگر در دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید. ترسون امروز از خودتون دورا کنید. زیرا تو ای شبان من با من هستی، عصا و چوب دستی تو به من قدرت قلب میبخشد و قوت. در برابر چشمان دشمنانم برایم سفره ای برای من میگسترانی. از من همچون میمانی عزیز پذیرایی میکنی و جامم را لبریز میسازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو رو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم بود. امروز من به این خدای زنده، به عیسی مسیح ایمان برین و ایمان بدر. هیچ ترسی هم ندار. کتابی که در دست دنی انجیل بخون، واقعا ببین با قلب صحبت کنی یا نه. از هیچ چی هم نترس. نترس که الان مثلا پنجتن انم از اینه. نترس از این که یک مرده ای که دستش به هیچ جا بند نیانه امروز ما اذیت کنه. اصلا از این چیزو نترس. امروز خودتو رها بکن در دست خداوند. در دست خدایی که نجات دهنده ای تو، بخاطر تو روی صلیب بشو، جان خودشو بده. امروز بیا به این خداوند ایمان بر. به این خدای زنده که واقعا بخاطر تو روی صلیب بشو و خونش بریخته تا گناهان من و تو رو پاک کنه. ما لیاقت نداشتیم، ولی امروز به فیض خداوند نجات پیدا کردیم. شما رو به دستای خدا سپرنم. تا هفته دیگر، بدرود.